چرا وقتی قرآن هر صفحه ای رو باز میکنیم هر صفحه ای رو شما همین الان مصحفتون رو بردارید قرآنتون رو بردارید یه صفحه شانسی باز کنید ببینید آیا اثری از توحید درش هست یا نه نمیخواد من براتون ترجمه کنم ما نمیخواد تفسیر به رأی کنم ما خودتون باز کنید همون صفحه از قرآن رو بیارید یک اثر ده اثر از توحید براتون میاد هر جای قرآن رو میخواید باز کنید ببینید اثری از معاد هست یا نه توی یک برگ قرآن به احتمال 99 درصد شما اثری از معاد از روز آخرت پیدا میکنید این اصولا دیگه ما باید بهش باور داشته باشیم خداوند انقدر مهر تاکید مهر تایید روی این اصول گذاشتن بله ما اصلی داریم به اسم معاد شما برانگیخته خواهید شد شما باز خواهید گشت به این اعتقاد باید داشته باشید بدانید که از شما پرسیده خواهد شد بارها و بارها حتی در داستانهای قرآنی نصف بیشترشون توحیده و بقیهشون معاد درش وجود داره در مورد پیامبران بارها و بارها ده ها آیه میتونید پیدا کنید خدا به وضوح و آشکار گفته که برای پیامبرانی میآیند، اینها هدایتگران شما هستند به اینها کتاب داده میشه کتاب هایی از جانب خدا وحی منزل هست تا مورد میتونید ببینید الوا و اقسام پیامبرا اسم برده شده رسول الله علیه الصلاه و السلام با اسم معرفی شده و شکی درش وجود نداره در مورد ملائکه در مورد ملائکه پروردگار همینطور آیات واضح سریحی ایمان داشتن به ملائکه چندین آیه در قرآن وجود داره اما اون چیزی که الان توی ایران توی کشور ما بیشتر از همه بهش براش تبلیغ میشه و اکثریت مسلمان های دنیا بالای 95 درصد طبعا از مسلمان های دنیا معتقد بهش نیستند، معتقد به امامت من اند الله نیستن امامت قبل از نبوت معتقد به این نیستن یا امامت بعد از نبوت به هیچ کدوم از اینها اعتقادی ندارم چرا؟ چرا 95 درصد از مسلمان های دنیا الان به یک اصل معتقد نیستند و هیچ اثری هم از ازش تو قرآن وجود نداره چه اتفاقی افتاده علت چیه میریم میگردیم و من یکی از این تبلیغات عجیب و غریب ببینم اون توحیدی که گفتم بهتون این توحیدی که بهتون گفتم در دین ما توحیدی که در دین ما در قرآن ما هر صفحه از این قرآن اثری ازش هست در صدا و سیما همچین بهایی بهش داده نمیشه گویا اینکه شما مادام اینکه سجده بر بت بزرگ نکنید توحید اهل توحید و یکتا پرست هستید مادام این که به خالقی به اسم الله معتقد باشید آفریدگار پروردگاری معتقد باشید شما یک تا پرست هستید موحد هستید توحید رو دارید شما میتونید بارها و بارها این رو مورد بررسی قرار بدید توی قرآن قبل از این کلیپ ها رو اتاق اتا آماده کنم و براتون پخش کنیم من یه سرچ تو گوگل کردم در مورد دین در سایت های اسلامی اهمیت امامت و ولایت از منظر قرآن استاند امامت ویکیشیه اهمیت ببحث امامت جایگاه امامت در کلام اسلامی امامت چرا اعتقاد به امامت اهمیت دارد اهمیت امامت اهمیت و جایگاه امامت از منظر امام خمینی شما میتونید هزاران پیج مختلف همین دلیل عقلی اثبات امامت و ضرورت وجود امام شما میتونید صدها پیج مانند این پیدا بکنید من یه دونش رو براتون آوردم از سایت رسمی باشه غیر رسمی نباشه که دل... دلیل عقلی برامون آورده خرگزاری تسلیم هست اگر تو فرمتونه بهمون بده خبرگزاری تسلیم میگه دلیل دلایل عقلی اثبات امامت و ضرورت وجود امام این هست باید گفت مسئله امامت در اسلام از اهمیت خاصی برخوردار است و آن آخرین سیر تکاملی انسان است من تو پرانتز میگم این اهمیت زیادی برخوردار است و آخرین سیر تکاملی انسان است در قرآن وجود نداره در سنت پیانبرم وجود نداره پاسخ اجبالش اینه مسئله امامت در اسلام از اهمیت خاصی برخوردار است و آخرین سیر تکاملی انسان است این مقام گاهی با مقام نبوت و رسالت جمع شده مثلا حضرت ابراهیم این خبرگزاری تسلیمه همونطور که میبینید مثلا حضرت ابراهیم و پیامبر گرامی اسلام و گاهی جدایی از مقام نبوت بودند و مانند امامت و جد... گاهی اوقاتم جدا از مقام مانند امامان معصوم داره دلیل برای دلیل اقلانی برای وجود امامت میاره و دلیل از قرآن میخواد بیاره درباره ضرورت وجود امام در جامعه باید گفت همانطور که وجود پیامبران برای رشد و تکامل بشر ضروری و لازم است وجود امام هم برای حفظ دین و ادامه برنامه پیامبر ضرورت دارد ضرورت وجود انسان معصوم ضرورت وجود انسان معصوم و حجت اللهی در همه زمانها با استناد به دلایل متعدد عقلی در امامت عام است یکی از دلایل این است که نبوت و امامت یک فیض معنوی از جانب خداوند است و بر اساس قاعده لطف چنین لطف چنین لطفی باید همیشگی باشد البته برهان مظهر جامع برهان امکان اشرف برهان علت غایی و غیره از دلایل ضرورت امام شمارده می شود چهار تا چیز به شما گفت که اصلا نمیفهمید چیه برهان مظهر جامع برهان امکان اشرف برهان برهان علت غایی حالا شما برو بگرد تو کتاب های فلسفی در بیار ببین برهان مظهر جامع چیه برهان امکان اشرف چیه برهان علت غایی چیه تا بفهمین چی میگه چرا نمیتونه دلیل براتون بیاره این دلیل عقلانیش اینه این پاسخ اجمالیش بود اینکه شما چون خداوند بر ما لطف کرده پیامبر فرستاد هیچ وقت نباید این لطف از بین بره همیشه باید این وجود داشته باشه این دلیله الان من به شما میگم لطف پروردگار متعال در حال حاضر کجاست یه کسی که میگن غیب شده 95 درصد در مسلمان میگن به دنیا نیمده از اون 5 درصد یه عده معتقد هستن بهش یه عده معتقد نیستن بهش حالا اون عده ت... که معتقد هستن معتقد هستن به چه سودی از در ازش میبرن مثلا این فیض الهی که نیاز به بشر نیاز به امام داره نیاز به پیشوا داره که باید این امام محسوب باشه الان کجاست از خودتون بپرسید از همینا که این جواب رو بیدن بپرسید بگید بله پس, پس, بشر نباید از حجت الله خالی بمونه نیاز به امام داره جفت دیگه همونطور که وجود پیامبران برای رشد و تکامل بشر لازم و ضروری است وجود امام هم برای حفظ دین و ادامه برنامه پیامبران ضروری است حالا شما بفرم بگوین امامی که وجودش برای حفظ دین و ادامه برنامه پیامبر ضروری است کجاست